بله خب ما الان اتفاقا میخوایم برنامه رو شروع بکنیم، یه نگاهی میکنیم به در حقیقت اینکه واقعا این اعلامیه جهانی حقوق بشر، سازمان ملل متحد، منشور جهانی حقوق بشر، علت در حقیقت به وجود آمدن و این همه تلاش، این همه کوشش سران دنیا، طرفداران سور، انجیو ها، سازمان های غیر دولتی، مردم جهان پس از جنگ جهانی دوم که این همه خشونت و این همه ویرانی و این همه آواره و این همه کشته به جای گذاشت و پس از اینکه کشورها به محض اینکه مقداری در حقیقت سلاحاتشون و تسلیحاتشون و یه مقدار در حقیقت از نظر ارتشی، از نظر تهاجمی قدرت پیدا میکردن، به کشور ضعیفتر حمله میکردن و میتونستن خاک و مال و هستی و همه چی اون کشور ضعیفتر رو به تصاحب برسونن، این منشور جهانی حقوق بشر آمد و قوانین رو در حقیقت اینجا تصویب کرد و اعلامیه حقوق بشر ارزش هایی رو در حقیقت به تصویب رسون که دیگه این تهاجمات، این خشونت ها و در حقیقت این اجحافات، این تبعیضات به وجود نیاد، به ویژه نجات پرستی، برتری طلبی، در حقیقت قومیت گرایی، بنیادگرایی های این چنین. این نظر شما رو از اینجا میپرسم که خانم کار، امروز نگاه بکنیم ببینیم که آنتونیو گاریر چی گفت. به عقیده ایشون امروز این ارزش ها به خطر افتاده، به ویژه با نگاه کردن اینکه به ویژه در خاورمیانه چه میگذره و بنیادگرایی های مذهبی چه از این طرف و چه از اون طرف در حقیقت سر برون بردن و مثل اژدهای هفسر به جان ملت های بیگناه افتادن. بفهمید. البته این خاص امسال نیست و سال هاست که حقوق بشر کاملا در سطح جهان پایمال میشه و اتفاقا عامل این تضییع همون کشورهایی هستند که پایه‌گذار سازمان ملل بودند بعد از دو جنگ جهانی و هدف اصلی این بود که شاید با تأسیس این سازمان و عضویت دولت‌ها در این سازمان بتونن پیشگیری بکنن از جنگ‌های آینده. به اندازه جهان صدمه خورده بود و سوگوار شده بود و به اندازه کشته شده بودند در این جنگ که آمادگی برای یک چنین وضعیتی و یک چنین تصمیمی در سطح جهان و به خصوص جهانی که درگیر این جنگ ها بود به وجود آمده بود و در سال 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر از تصویب گذشت و دولت‌ها بر اون صحه گذاشتند، دولت‌های عضو سازمان ملل متحد. از اون به بعد خب خیلی امیدها بود برای اینکه صلح رو بتونن با سازوکار سازمان ملل متحد جایگزین دعواهای منطقه‌ای و محلی بکنن که ممکن بود تبدیل بشه به باز هم یک جنگ جهانی دیگه. اما اتفاقاتی که در جهان افتاده اجازه نمیده که از این به بعد ما چندان امیدی داشته باشیم به هدف اصلی تأسیس سازمان ملل متحد. سازمان ملل متحد یک سازمانی است که هرچند دغدغه صلح داره و نمیخواد که در دنیا جنگ در بگیره، همچنان که همکنون شنیدیم که بالاترین مقام سازمان ملل متحد داشت سخن میگفت از اهمیت اعلامیه جهانی حقوق بشر، اما اتفاقاتی که افتاده مخصوصا در منطقه خاورمیانه این اتفاقات اون منطقه رو به شدت بحرانی کرده و متاسفانه تصمیمات اخیر دولت آمریکا در این منطقه بحران‌ها رو تشدید می‌کنه و امیدهایی که سال‌ها پیش ایجاد شده بود و بر پایه اون حتی انور سادات ترور شد برای صلح، این امیدها
به وجود آمده بود و داشت راهی برای مذاکره اصولی باز می شد، در حال حاضر برباد رفت با اعلام دولت آمریکا و شخص پرزیدنت ترامپ برای اینکه اورشلیم می شود محل سفارت خانه آمریکا. اما این رو هم بگم که این زخم خفته ای بود و اصلا تازگی نداره و حتی گفته میشه که امریکا یک زمین بسیار وسیعی رو در این منطقه اجاره کرده بوده که به صورت سمبولیک و نمادین سالی $1 هم اجاره اون رو میداده و خب حالا موقع مناسب شده برای آقای ترامپ که طرفدارانی داره که اون طرفداران بعداً اگر وقت شد من میگویم که اینها چه نوع نقطه نظرهای دینی دارن و جزو حامیان آقای ترامپ در دوران انتخاباتی اخیر بودن. ممنونم خانم کار. سولا جان، خب ما میدونیم که این در حقیقت به رسمیت شناختن جروسلم به عنوان یا اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل رو دولت امریکا در سال 1995 در مجلس تصویب میکنه. سناتور در حقیقت اگه اشتباه نکنم سناتوری به نام سناتور داماتو این طرح رو پیشنهاد میده و این طرح با رأی اکثریت سنا و نمایندگان مجلس به تصویب میرسه در سال 1995. ولی رؤسای مختلفی که در حقیقت میان روی کار، رؤسای جمهوری مختلفی که میان روی کار، نه بوش، نه کلینتون، نه آقای اوباما، هیچ کدوم در حقیقت این رو امپلمنت نمی کنن. هر 6 ماه به 6 ماه این رو ویف می کنن و به تعویق میندازن تا اینکه آقای ترامپ میاد. خانم هیلی امبسادر کنونی سازمان ملل که با آقای ترامپ کار میکنه، وقتی ازش میپرسن بحثی رو که خانم کار الان کردن که این تصمیم آقای ترامپ در حقیقت صلح رو در خاورمیانه به خطر میاندازه و دوچار خاورمیانه رو دوچار بحرانهای عمیق میکنه و حتی شاید به دست اکستریمیست ها بیاندازه، ایشون خیلی ساده میگن که نه، ما در حقیقت با این کارمون میخوایم به زمین صلح کمک بکنیم و توپو بندازیم به دروازه صلح. و ایشون میگن که بله، ما کاری نکردیم، ما اورشلیم رو به رسمیت شناختیم به خاطر اینکه اورشلیم پایتخت اسرائیل هستش. خب نظرتون در این زمینه میخواستم بپرسم، واقعا این از کجا میاد این داستان این که اورشلیم پایتخت اینجا هستش با وجود اینکه تمام جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، قطعنامه‌های مختلف، قطعنامه 181، قطعنامه 242، پیمان اسلو، تمام قطعنامه‌ها تا به امروز معتقد بر این هستند که ایست جروسلم یعنی در حقیقت اورشلیم شرقی اکوپاید تریتری هستش. من زیاد صحبت نمی کنم، فیلمی هم داریم اتفاقا در این زمینه بعدا پخش خواهیم کرد، نظرتون از این بود؟ بله، با سلام به دوستان. البته اورشلیم بیت المقدس یه تاریخ خیلی خیلی طولانی داره. یعنی اگه بخوایم بر بگردیم به تاریخ اورشلیم برمیگردیم یه چیز در حدود 3000 سال پیش، در حقیقت 3000 خورده سال پیش، که این شهر که شهر مقدسی بود که معبد یهودیان در اونجا قرار داشت، یه دفعه به وسیله بابلیان خراب میشه، بعد دوباره با کمک کوروش کبیر معبد دوم ساخته میشه. معبد دوم به خاطر شورش های زیادی که ساکنان اسرائیل و جودیا در زمانی که رومی ها اشغال کرده بودن، اینها بالاخره 70 سال بعد از ظهور مسیح به خاطر اینکه باعث خیلی اشکالات میشد برای دولت روم، معبد رو خراب کردن و اسم تمام منطقه رو گذاشتن فلسطین. یعنی این تصمیم روم، امپراتوری روم بود که به طور کلی اسم اسرائیل و جودیا رو وردارن و اسم این منطقه رو بذارن فلسطین. در سال 1500 در قرن 16 هم البته بعدها
عرب وارد میشن و و این منطقه رو میگیرن که تمپل آف دوم رو میسازن روی اون سنگی که فکر به اصطلاح عقیده داشتن که حضرت محمد از اونجا معراج کرده و این مسجد الاقصا و این تمپل آف دوم یا شرف حرم حرف شریف رو میسازن و تا اینکه در سال 1517 دولت امپراتوری عثمانی تمام منطقه رو میگیره. این یه تاریخچه کوچیک خیلی خیلی مختصر، البته خیلی اتفاقات در این مدت افتاد. قبل از رومی ها یونانی ها گرفتن، داستان مکابی ها هم که خیلی زود چند روز دیگه به صلاح جشن هنوکا بر اساس این شورش مکابی ها هست و که یونانی ها رو انداختن، سوریه ای ها و یونانی ها رو انداختن بیرون. البته خیلی تاریخ مفصلیه، ولی تاریخ جدیدی که از سال 1947 همون جور که خانم کار و شما فرمودین، سازمان ملل در 29 نوامبر 1947 دولت اسرائیل رو به عنوان ستیت هود بهش داد، و ولی در این مسئله اورشلیم رو به عنوان یک بادی سپرید، یک بدن تحت نظر جامعه ملل اینترنشنال نگه داشت، که در سال 1948 دولت اسرائیل قسمت غربی اون رو تسخیر کرد و زمینه ستیت خودش کرد. در سال 1967 منطقه شرقی، البته همیشه شرق اورشلیم در دست فلسطینیایی که فلسطینیا بود، و از سال 1950 اردن یه مقدار روش نظارت کرد، یعنی در حقیقت به طور دفکتو مربوط میشد به اردن، البته به طور رسمی نه. و ولی در سال 1967 که دولت اسرائیل جنگ شش روزه را انجام داد، منطقه شرق هم گرفت و بقیه وست بانک و غزه هم اشغال کرد. از اون به بعد در تحت اشغال دولت اسرائیل، ولی هیچ دولتی به غیر از دولت امریکا شهر اورشلیم رو به عنوان مرکز اسرائیل قبول نکرده. هیچ کدوم از ممالک دیگه دنیا غیر از مملکت امریکا این شهر رو قبول نمی کنن. حتی وقتی که در سال 1980 اسرائیل خودش ادعا میکنه که اورشلیم مرکز اسرائیله، پایتخت اسرائیله، البته در پارلمانش این تصویر میشه، در کنست یا پارلمانش تصویر میشه، ولی در قطعنامه 478 شورای امنیت سازمان ملل این اعلامیه اسرائیل رو فاقد ارزش دونستن به طور کلی جامعه جهانی. در و همونطوری که گفتین در سال 1989 هم یک قسمتی از یک زمین خیلی بزرگی رو اسرائیل به امریکا کرایه میده که 70% اون زمین مربوط میشده، اشغالی بوده، یعنی تصرف کرده بودن از صاحبان فلسطینی. یعنی این خود آمریکا هم اگه بخواد پاید به اصطلاح سفارت خونش اونجا بسازه، در حقیقت روی 70% از زمینی هست که اسرائیلی‌ها تصرف کردن، یعنی صاحبانش با کمال میل اینو ندادن به دوتست. به هر حال این یه تارچه کوچیک اورشلیمه. البته من به عنوان این که من خودم از یک خانواده یهودی میام، قبل از اینکه صحبتی بکنم برای همه شنونده و بینندگان مشخص باشه، من پدرم یهودی بود، سکولار بود، ما هیچ نوع پرکتیسی نمی کردیم. مادر من مسیحی بود و عاشق اسرائیل بود. وقتی که در سال 1964 به اسرائیل میره، وقتی برمیگرده ما بچه بودیم، میاد میگه که جمع کنیم بریم اسرائیل، خیلی کشور خوبیه. و پدر من کسی بود که میگفت نه، من میخوام ایران بمونم، در ایران من زندگی خیلی خوبی دارم و نمیخوام من بچه‌هام برن سربازی. این حقیقتیه که در خانواده ما بود. من باید این دیسکلیمر رو بدم که حرفایی که میزنم از کجا میاد. البته مثل همه یهودیای دیگه ما بزرگ شده بودیم با اون عقایدی که داشتن که وقتی که اسرائیل فلسطین وارد فلسطین میشه، فلسطین تقریبا هیچ کسی درش نبوده، یعنی هیچ موجودی به اون صورت نبوده. این فلسطینیام که میگن خاک ما بوده دروغ میگن. این یک پروپاگاندایی بوده که اسرائیل در چندین سال به خورد مردم دنیا میداده، به خصوص به خورد
مردم آمریکا و یهودیان آمریکایی و همون حتی رمان نویسایی که مثل آقای اوریس یادم رفته اسمشو که اکسودوس رو نوشت و آقای پول نیومن بازی کرد، تقریبا این چیزو در سینماهای هالیوود به تمام دنیا صادر کردن که این یه عقیده باشه که البته درست بود اون جریان اکسودوس و اون استراگلی که یهودیایی که میخواستن برن به اسرائیل داشتن با دولت انگلیس که در حقیقت کالونی انگلیس بود اون موقع قبل از اینکه دولت اسرائیل به وجود بیاد، این اینو من ما هممون این عقیده رو داشتیم تا اینکه من به آمریکا اومدم و چون ازدواج کرده بودم در یه خانواده ترادیشنال یهودی، خیلی چون رشتم هم تاریخ بود خیلی علاقمند شدم که در مورد هولوکاست، در مورد به وجود آمدن رایش سوم و اشکالاتی که یهودیان دنیا به طور کلی از زمان کنستانتین در اروپا داشتن، من مطالعات زیادی کردم. من آدم مدرس و محققی نیستم، اینا تمام چیزهای شخصی خودمه، اینو بگذاریم. بعد ولی یکی از مسائلی که برای من خیلی جالبه که بعدها مشخص شد بعد از خوندن خیلی از کتاب‌ها و مقالات، متوجه شدم که دولت اسرائیل خودش خیلی نقض حقوق بشر زیاد داشته. از همون اولی که از همون قبل از اینکه دولت خودش رو درست کنه چندین مساکرای فلسطینی ها رو داشته، دهکده های اینا رو رید میکرده، البته اونا هم جواب دادن، نه اینکه بی جواب گذاشتن، اونا هم شروع کردن قتل عام کردن دهکده های مردم دهکده های به اصطلاح یهودیانی که مهاجرت کرده بودن. و این مسئله مهاجرت یهودیان اروپایی به اسرائیل و درست کردن ایجاد کشور اسرائیل یک مسئله که در حقیقت قرن 19 هم به وسیله آقای هرتزل و کسایی که الان به عنوان صهیونیسم سیاسی معروف هستن اجرا میشه. و این آقای هرتزل خودش هم همچین زیاد نمیخواسته همه برن اسرائیل، حتی فکر میکرده جای دیگه دنیا رو هم حساب میکرده که یهودی ها چون در خیلی فشار زیاد در زیر یوغ کشورهای اروپایی به خصوص کشورهای اروپای شرقی بودن، اینا برن به یه مملکت داشته باشن که بدونن بدون این که بهشون زور گفته بشه و اینا زندگی کنن. به هر حال تصمیم میگیرن که برن برن به فلسطین و شروع میکنن زمین خریدن از دولت عثمانی. و همون موقع هم انگلیس ها در حقیقت خاورمیانه رو یه مقدار زیادی مستعمره خودشون کرده بودن و شروع کرده بودن تقسیمات کشوری میکردن، مثل عراق و اردن و عربستان سعودی و اورشلیم هم جز اونا بود. عثمانی هم ضعیف شده بود در جنگ جهانی اول و به هر حال این اروپایی‌ها تصمیم گرفتن که یهودیانی که تحت فشار پروگرام روسیه و لهستان هستن بیان یواش یواش به اسرائیل. یک تاریخ خیلی کوچیک. شیرین سخن میگیم، ادامه میدیم نظر خانم مهرانگیز کار رو، اینجور که حالا ما میشنویم. به هر حال خانم کار، وقتی که دولت اسرائیل در حقیقت تشکیل میشه، همه میدونن در تاریخ هم هستش و فکت هم هستش که حداقل 750,000 فلسطینی، یعنی بخش اسرائیل، به هر حال جای اینجور که شما اشاره کردید برهوتی نبوده، آدم ها زندگی میکردن، جمعیت داشته و انباشت بوده از جمعیت، خب به هر حال مسلمانانی که اونجا زندگی میکردن. 750 فلسطینی در حقیقت میبایستی که خانه و زندگی و در حقیقت مسکن خودشون رو ترک بکنن و برن، و ما 750 رفیوژی یا آواره مهاجرتی داریم. اجازه بدیم بس در رابطه با این موضوع آقای ترامپ در رابطه با به رسمیت شناختن جروسلم به عنوان پایتخت اسرائیل شروع شد. اشاره کردیم که این موضوع آقای ترامپ نبوده، این لایحه در سال 1995 توسط دو مجلس سنا و نمایندگان امریکا به تصویب میرسه و ایشون آقای ترامپ بعد از گذر سالها که رؤسای جمهورین رو به تعویق مینداختن هر 6 ماه، ایشون اجرا میکنن. خانم زیبری یک اشاره کوتاهی پراکنده به تاریخ شکلگیری در حقیقت اسرائیل کردن. با این توضیح
که زمانی اسرائیل در حقیقت سرزمین حکومت دیوید بود، ولی خیلی به سرعت این فلسطین توسط بابلی ها از بین میره و تمدن های متفاوتی، تمدن های گوناگونی به این تکه زمین روی میارن، تخریب میکنن، ویران میکنن، از نو میسازن. زمانی کنستانتین رومی میاد در حقیقت ویرانه های جروسلم رو با آرکیتکچر رومی آباد میکنه. همین دیوار ندبه رو که شما میبینید که یهودیان در حقیقت پرستش میکنن، یکی از چهار دیواریه که هرودت، در حقیقت پادشاه هرودت کبیر، پادشاه رومی این تمپل رو ساخته. ربطی به تمپل در حقیقت سلیمان نداره. بعد هم میبینیم که 1400 سال پیش، از 1400 سال به دست مسلمان ها میفته و بعد میبینیم که عثمانی ها حدود 500-600 سال میسازن، خراب میکنن، دروازی میسازن. به هر حال قرن ها و قرن ها این مردم نیتیو در اونجا زندگی میکردند و کسی فکر نمیکنه. و زمانی هم بر قبره قرن ها it was called Christian City، یعنی سرزمین مسیحیان. قرن ها اینها آمدن میگوین جیزس اونجا در حقیقت به صلیب کشیده میشه. قبر جیزس و اونجایی که در حقیقت به معراج میره در اونجا بوده. یارانش در اون کوچه هایی که در حقیقت روزا دلا مورو یکم چیز اسم اون خیابون هست و مسیحیان هم در اونجا در حقیقت تاریخ تولد مسیحیت رو در جروسلم میبینن. مسلمانان تاریخ معراج محمد رو در جروسلم میدانند، یهودیان تاریخ حکومت دیوید رو میدانند. پس بنابراین به نظر نمیرسه که هیچ کدوم از این ادیان میتونن مالکیت کلی این سرزمین رو داشته باشن. خانم رنگیز کار من پرحرفی کردم، بفهمید. خوشبختانه خانم زیوری مرور تاریخی خیلی روشنی داشتن درباره موضوع، ولی من میخوام به زمان حال برگردم. ما الان مواجه هستیم با یک واقعیت. اون واقعیت اینه که کشور اسرائیل به وجود اومده، تثبیت شده و اگر دخالت‌های کشورهای غربی نبود، تا کنون صلح بین عرب و اسرائیل هم اتفاق افتاده بود و اینا می توانستند کنار هم زندگی بکنند، برای اینکه فلسطینی‌ها هم طی این همه سال با وجود مبارزات بسیار زیادی که داشتن متوجه شدن و این واقعیت را قبول کردن. بنابراین بیایم و حرف بزنیم درباره وضعیت کنونی و اینکه چطور شده که این همه پرزیدنت که در آمریکا بودن این موضوعی رو که گفتیم خفته بوده ولی وجود داشته و شما هم اشاره کردید به چگونگی وجودش، چرا الان اتفاق افتاده؟ پرزیدنت ترامپ باید دید که چگونه رأی گرفته و آرای ایشون از کجاها اومده. یکی از جاهایی که آرای ایشون از اون تفکر به ایشون داده شده، اتفاقا بخش زیادی از مسیحیانی هستند که در جنوب آمریکا زندگی میکنند و اینها مثل ما معتقد هستند که یک زمانی حضرت مسیح دوباره ظهور میکنه و جهان پر از عدل و داد میشه. اینها کسانی هستند که معتقدند تا زمانی که همه کلیمیان جهان به اورشلیم نروند این اتفاق نمیفته. بنابراین میخوان اون ظهور رو سرعت بدن بهش. اینها جمعیت های بسیار مؤثری بودند که از آقای ترامپ حمایت کردند و آقای ترامپ هم به اونها وعده هایی داد و بعد هم که آقای نتانیاهو بسیار رفاقت نزدیکی با پرزیدنت ترامپ پیدا کرد و اون نگرانی ها و نارضایتی هایی رو که از پرزیدنت اوباما داشت توانست زیر چتر این دوستی
شاید فراموش کنه و بسیار مقتنم شمرد این حکومت افراطی و رادیکال کنونی اسرائیل موقعیت رو برای اینکه به اشغال خودش ادامه بده و زیر بار هیچ یک از ارزش‌های حقوق بشری یا جغرافیایی یا تاریخی نره و به صورت زورمندانه متعاب بدون حمایت آمریکا ابدا نمیتوانست این زورمندی رو اعلام بکنه. حالا در وضعیتی قرار گرفته اسرائیل که حق این بود اعراب عکس العمل های درستری نسبت به موضوع انجام میدادن. متاسفانه ما شاهد دو موضوع غیر منتظره بودیم در این جریان. یکی اینکه خود فلسطینی ها از بس خسته شدن و دیگه مثل گذشته تن نمیدن به اون مبارزات برای پس گرفتن زمین هاشون، اعتراض و واکنش اینها چندان قوی نبود به موضوع و کاملا غیر منتظره بود. یعنی تصور میشد که بحران بسیار شدیدی، حالا در کوتاه مدت ما نمیبینیم که چندان واکنش تندی فلسطینی ها نشون داده باشن. از طرفی کشورهای عربی به محکوم کردن اکتفا کردن. البته محکوم کردن در دیپلماسی اهمیت داره، ولی محکوم کردنی که بدون برنامه باشه و بدون این باشه که کشورهای عربی با امریکا به صورت خیلی دیپلماتیک برخورد بکنن و از نظر اقتصادی تنگناهایی به وجود بیارن برای امریکا، تا کنون شاهد یک چنین عکس العملی هم نبودیم. بنابراین میتونیم بگیم که پرزیدنت ترامپ تا این لحظه موفق شده هواداران و طرفداران خودش رو حفظ بکنه با این گونه تصمیمات، یا اون تصمیماتی که درباره کشورهای مسلمان گرفته و وضعیت ویزای اونها که حتی دادگاه عالی هم، دیوان عالی آمریکا هم قبول کرد که فعلا و تا تصمیم نهایی به اجرا گذاشته بشه. پرزیدنت ترامپ فقط فکر میکنه به حفظ طرفداران خودش و تفکر خودش که میشه گفت یک نوع جنگ با دموکراسی رو درون آمریکا داره به وجود میاره و شدت میده و خیلی ها نگران هستن که مبادا این کشور گرفتار جنگ داخلی باشه، حالا غیر از اون رفتاری که میکنه که منطقه خلیج فارس و خاورمیانه رو در بحران غرق بکنه. اینجا هم نگرانی هایی برای کارشناسان وجود داره که مبادا جنگ داخلی ایجاد بشه. در این چنین موقعیت سیاسی که جهان قرار گرفته، به نظر نمیرسه که حتی اروپایی ها هم چندان خشونت یا اینکه اعتراض جدی نسبت به این موضوع از خودشون نشون بدن در برابر امریکا. و متاسفانه باید گفت که فلسطین هم نتوانست هرگز دولت نیرومندی داشته باشه، و هرچند که بعضی از کشورهای اروپایی کمک کردند که شاید دولت فلسطین رو اساساً به طوری تثبیت شده تلقی بکنن که به عضویت سازمان ملل هرچند نمادین در بیارن، ولی روی اون موضوع هم الان دیگه خاکستر فراموشی نشسته و به نظر میرسه که اوضاع و احوال نه به نفع حقوق بشر در جهان پیش میره و نه به نفع مظلومیت فلسطینی هایی که به کم هم قانع شده بودند و قبول کرده بودند در اون معاهده صلح که زمین های در اختیار داشته باشند، ولی متاسفانه با
شهرک سازی های بسیار زیادی که در اسرائیل انجام شد، اون امید رو هم دیگه از دست دادن و به نظرشون نمیرسه که این قراردادها و معاهده نامه های بین المللی کمکی به حالشون بکنه، همچنان که گویا به نظرشون نمیرسه دیگه مبارزات اعتراضی شدید هم به یاریشون بیاد. در حال حاضر از نظر حقوق بشر به نظر میرسه که جهان، نه فقط آقای ترامپ بلکه بیشتر کشورهای جهان، در حال حاضر در جنگ و نبرد قرار گرفتن با اعلامیه جهانی حقوق بشر و در 70 سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر ما دنیا رو از سومالی بگیریم، از لیبی بگیریم، از افغانستان، از پاکستان و کشورهای آفریقایی، همه جا مواجهیم با اینکه با اعلامیه جهانی حقوق بشر حتی ملت‌های کوچک و ضعیف از در جنگ در آمدن و کشورهای بزرگ و صاحب حق وتو مثل آمریکا هم مانع هستند، برای اینکه بالاترین مرجعی که سازمان ملل متحد داره شورای عالی امنیته که بالاخره باید نهایتاً ظلم و ستم و نقض گسترده حقوق بشر در اونجا مطرح بشه. مثلا در مورد ایران اگر در شورای عالی امنیت سازمان ملل متحد نقض گسترده حقوق بشر که تا حالا شاید بیش از 60 بار مجمع عمومی سازمان ملل متحد صحه گذاشته برش بره به این شورای عالی، خب روسیه یا چین از حق وتوی خودشون استفاده میکنن حتی اگه امریکا نکنه. یا اگر این موضوع جدید بره به شورای امنیت، خب آمریکا که حق وتو داره وتو میکنه. بنابراین ما در یک بنبست بسیار سخت و سنگین قرار گرفتیم که نمیدونیم فعلا چگونه اعلامیه جهانی حقوق بشر رو از این همه دست برد نجات بدیم، در امان داشته باشیم. ممنونم. اشاره کردیم به شهرکسازی ها. در حقیقت بسیاری از رهبران سیاسی به ویژه در خود امریکا در زبان اوباما، مثلا جان کری خودش و خود اوباما، کابینه اوباما و قبل از اوباما هم کابینه های قبلی، نگران و دلنگران صلح میان این دو در حقیقت طرف بودن، بین اسرائیل و فلسطین، به خاطر همین شهرک سازی ها. قطعنامه قبل از پایان دوره آقای اوباما در سازمان ملل متحد به تصویب میرسه. معمولا همونجوری که شما خانم کار اشاره کردین، امریکا حق وتو داره، ولی این قطعنامه رو که بر علیه شهرک سازی های اسرائیل در مناطق در حقیقت اشغالی فلسطین بود رو وتو نمیکنه. درسته که رأی مثبت نمیده، رأی ممتن نمیده، ولی همین وتو نکردنش باعث میشه که این قطعنامه تصویب بشه. نگاه بکنیم به خانم سامانتا پاور. خانم سامانتا پاور سفیر در حقیقت امریکا در یونایتد نیشن در زمان اوباماست و تکی از در حقیقت گفتار کری که دلنگرانشون در رابطه با این شهرکسازی ها چه هست. برمیگردیم. مرسی. The United Nations Security Council has passed a resolution that demands an end to Israeli settlements in Palestinian territory. The United States abstained from the vote, defying calls for a veto from Israel and Donald Trump. UN Ambassador for the United Nations Samantha Power spoke after the vote. The United States has been sending the message that the settlements must stop privately and publicly for nearly 5 decades. Through the administrations of President Lyndon B. Johnson, Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush, and now Barack Obama. Indeed, since 1967, the only president who had not had at least one Israeli-Palestinian-related Security Council resolution pass during his tenure is Barack Obama. So our vote today is fully in line
with the bipartisan history of how American presidents have approached both the issue and the role of this body. We believe, though, that continued settlement building seriously undermines Israel's security. Some may cast the U.S. vote as a sign that we have finally given up on a two-state solution. Nothing could be further from the truth. None of us can give up on a two-state solution. We continue to believe that that solution is the only viable path to provide peace and security for the state of Israel and freedom and dignity for the Palestinian people. This vote for us was not straightforward because of where it is taking place at the United Nations. For the simple truth is that for as long as Israel has been a member of this institution, Israel has been treated differently from other nations at the United Nations. And not only in decades past, such as the infamous resolution that the General Assembly adopted in 1975 with the support of the majority of member states, officially determining that Zionism is a form of racism, but also in 2016, this year. One need only look at the 18 resolutions against Israel adopted during the UN General Assembly in September, or the 12 Israel-specific resolutions adopted this year in the Human Rights Council, more than those focused on Syria, North Korea, Iran, and South Sudan put together, to see that in 2016, Israel continues to be treated differently from other member states. Demographic realities that exist on the ground, they would have to be factored in. But if more and more settlers are moving into the middle of Palestinian areas, it's going to be just that much harder to separate, that much harder to imagine transferring sovereignty. And that is exactly the outcome that some are purposefully accelerating. Let's be clear. Settlement expansion has nothing to do with Israel's security. Many settlements actually increase the security burden on the Israeli Defense Forces. And leaders of the settler movement are motivated by ideological imperatives that entirely ignore legitimate Palestinian aspirations. Among the most troubling illustrations of this point has been the proliferation of settler outposts that are illegal under Israel's own laws. They're often located on private Palestinian land and strategically placed in locations that make two states impossible. There are over 100 of these outposts, and since 2011, nearly one-third of them have been or are being legalized, despite pledges by past Israeli governments to dismantle many of them. Now leaders of the settler movement have advanced unprecedented new legislation that would legalize most of those outposts. For the first time, it would apply Israeli domestic law to the West Bank rather than military law, which is a major step towards the process of annexation. When the law passed first reading in the Israeli parliament in the Knesset, one of the chief proponents said proudly, and I quote, "Today, the Israeli Knesset moved from heading towards establishing a Palestinian state towards Israeli sovereignty in Judea and Samaria." Even the Israeli Attorney General has said. داشتی نگاه میکردی شما نوت برمیداشتی خانم سامانتا پاور داره میگه من میخوام اینجا بگم که یه اشاره هم بکنیم از اون طرف، یعنی تمام در حقیقت قصور رو نندازیم به گردن اسرائیل به خاطر این، از این ورم بین خود فلسطینی ها در حقیقت اتحاد نبوده. ولی قبل از اینکه بریم به اون ایریا خواهیم هم رفتش، خانم پاور میگه که یه چیز خیلی جالبی میگه، میگه که تا به حال از زمان جانسون، نیکسون، فورد، عرض کنم به خدمت شما بوش، کارتر، کلینتون، اوباما، همینا، این قطعنامه های در حقیقت نقض حقوق بشر و نقض اینا برای اسرائیل فرستاده شده. یه جایی میگه که تاریخ رو اشاره میکنه، میگه حتی بیش از ایران و سوریه. آقا این چطوری این همه قتل و جنایت در سوریه داره میشه، داعش داره پدر همه رو در میاره، چطوری این قطعنامه ها؟ نمیدونم شما نظرتون چیه. در این حال هم داره میگه که زهیونیسم بیس اون دیسکریمینیشن، شما گفت میگه نظر. بله، خیلی کانتردیکشن زیاده، ضد و نقیض در مورد دولت اسرائیل و رابطه آمریکا با دولت اسرائیل خیلی زیاده. ولی قبل از اینکه من راجع به صحبت آقای کری و خانم سامانتا پاورز بگم، یه
خبری رو میگم که دو هفته پیش دولت اسرائیل در پست آف جروزلام اعلان کردن که برای اولین بار دولت آمریکا پایگاه نظامی در کشور اسرائیل درست کرد. برای اولین بار در صحرای نگف. این به نظر من خیلی خبر خیلی مهمتر از خبریه که آقای ترامپ و اومدن گفتن که ما میخواییم اورشلیم رو به رسمیت بشناسیم که آقای اوباما به رسمیت شناختن، رسماً ویدیوهاشون هست، خانم کلینتون به رسمیت شناختن. ولی این مسئله که این چیز به اصطلاح نظامی رو باز کردن در صحرای نگف خیلی مهمه، اینو بذاریم کنار. آمریکا به نظر من دو دوزه بازی میکنه. آمریکا به قول خود امریکایی‌ها لیپ سرویس میده به این مسئله به اصطلاح استیت هود پلستینیا. به خصوص زمان بوش ما میدونیم که خانم کاندلیسا رایس دو دفعه در کارهای داخلی فلسطینیا دخالت کرد و حتی باعث جنگ داخلی بین حماس و پی‌ال‌او شد. اینها تمام ما میدونیم که و دولت آمریکا رابطه‌ای که با اسرائیل داره بیشتر مسائل ساختن مسائل نظامی و به اصطلاح اسلحه هاست و دولت اسرائیل در حقیقت در زمان آقای اوباما در حدود $1 بیلیون در سال جیره سالانه شون اضافه شد به وسیله آقای اوباما. در عرض 10 سال آینده آقای اوباما $35 بیلیون بله، یعنی بیشتر از $1 بیلیون در سال بله به اسرائیل داره کمک مالی میکنه. اتفاقا این رو در برابر وقتی که این قطعنامه وتو نشد، خب آقای کری و آقای اوباما مورد حملات بسیار بسیار تند آقای بنجامین نتانیاهو و حتی سفیر اسرائیل قرار گرفتن در تلویزیون ها. یک ربای معروفی که توی نیویورک هستش اسلاگون خیلی بزرگی رو برد اونجا. به هر حال خیلی اتفاق افتاد، ولی اینا در دفاع گفتن که دولت اوباما تنها دولتی هستش که این همه حمایت کرده و بعد اشاره کردن که $35 بیلیون در زمانی که بودجه خود امریکا و اقتصاد خود امریکا در بحرانه بیشترین کمک مالی در بله، اسرائیل میشه. خب اینا که اینا فکته. بله بخه و باز هم از آقای اوباما متنفر هستن طرفداران دولت اسرائیل. آقای نتانیاهو، دولت آقای نتانیاهو یک دولت ریسیسته به نظر من. حتی وزیر امور خارجش آقای اپیکتور لیبرمن که باونسر یک کلاب بوده در اوکراین خیلی علنا برای تصفیه فلسطینی ها صحبت کرده. این توی اخبار هست، چیزی نیست که من بسازم، توی به اصطلاح اخبار روزانه شما مرتب میبینین. چند سال پیش اعلان کرد که فلسطینی ها باید برن، باید کشته بشن و چیزهای نژاد پرستش. آقای اپیکتور لیبرمن وزیر امور خارجه دولت ائتلافی. کجا این مسئله رو اعلان کرد؟ اینو رسما من چون من نوت برداری نکردم، این به هر حال الان پیش اومد، یادم اومد که این رو کاملا اعلان کردن 3-4 سال پیش که باعث خشم عمومی دنیا شد. من بعدن اگر میخواین حتی میتونین گوگل کنین، اگر بگین گفته های آقای اپیکتور لیبرمن، این خیلی معروفه صحبتشون. از نظر ریسیس بودن صهیونیست، به خصوص صهیونیستی که الان اجرا میشه در دولت اسرائیل و پشتیبانی میشه از به وسیله صهیونیست های مسیحی آمریکا که خودشون بزرگترین ضد یهودای دنیا هستن و متاسفانه سردمداران دولت اسرائیل با اینها بیعت خیلی نامقدسی دارن. بله، پیوند نابوباره. بله، بسیار خطرناکه. خیلی از یهودیای سکولار دنیا و حتی یک گروه ارتدوکس یهودی امریکایی و در دنیا با این مسئله از این مسئله بسیار ناراحتن، برای اینکه این بنیادگرایان مسیحی که به اصطلاح اعتقاد دارن که یهودیان باید تمام به اسرائیل برن، اعتقاد دارن که در ظهور دوم مسیح تمام اینا کشته میشن، دو سوم یهودیا باید کشته بشن که اینا همشون در موقع ظهور دوم حضرت مسیح معراج کنن و به بهشت برن. نفهمیدم، یعنی این که اینا معتقدن همونجوری که خانم کار گفتش که در حقیقت تمام یهودیان دنیا باید برن و در
جرسلم اسکان بپذیرن. بله، و بعد معتقد هستن که همونجور که فرضاً مسلمانان میگن امام زمان برمیگرده، اونا معتقد هستن که حضرت مسیح برمیگرده به جرسلم و پاکسازی میکنه. بله، یعنی میگه همه تمام یعنی تمام یهودیان هم پاکسازی میکنه. بله، یهودیان، دو سوم یهودیان باید از بین برن. و وقتی که معراج میشه، این بسیار خیلی، اگر بازم گوگل کنید عقاید آقای هیگی که یکی از به اصطلاح جدیدترین رورندا و پاستورای جدید به اصطلاح خیلی اوانجلیست ها، این مسیحیانی که ما نام بردیم اینا در گروه اوانجلیک هستن، یعنی کاتولیکا و اینا نیست، اینا اوانجلیست بخشی از پروتستان هستن. بله. شاخه‌ای از پروتستان، یک شعبه ای از پروتستانیسم هست که یه دوسته پیوریتن ها که به از انگلیس اومدن به آمریکا، یواش یواش این زایونیست رو درست کردن. از قرن 17 در انگلیس در حقیقت شروع شد. تاریخ خیلی مفصلی داره. خیلی فهم میکنم وقتی صحبت از زهیونیست میکنیم فقط ما در حقیقت قوم یهود رو داریم. نه، در حقیقت زهیونیست به قوم یهود خیلی خیلی ملایمتر از زهیونیست مسیحی هست. برای اینکه زهیونیست مسیحی ها هیچ جایی رو برای فلسطینیان نمیبینن در کشور اسرائیل. در حال حاضر انقدر خوشحالن از این اعلامیه‌هایی که آقای ترامپ میدن، به نظر اینا خیلی نزدیک شدن به اون به اصطلاح آخر زمان، آرمگدن، در شهر آرمگدن شروع میشه به اصطلاح تمام دنیا به هم. و رمان‌هایی که نوشتن، بسیار از همه رمان‌هایی که شما میخونید و فیلم‌هایی که میبینید بسیار خشن‌تره. یعنی خود اگر رمان‌هایی که آقای هیگی و اینا میفرسن بیرون به عنوان به اصطلاح حقیقت مسیحیت، شما اگه اینا بخونین مو به تنتون راست میشه. فقط خشونت، کشتار و یادمون نره این مسئله که میگن. یادمون باشه وقتی که ما در حقیقت ترامپ رو تماشا میکردیم، بیشترین گروه که خودشم اعلان کردش، خودشم بارها اعلان کردم. بله، خانم کارم الان گفتن که ما با بله خانم کار اشاره کردن به این واقعیت که خود اگه یادتون باشه توی در حقیقت مبارزات انتخاباتی بیشترین گروه حامی آقای ترامپ اوانجلیست‌ها هستن. و این چیز جدیدی نیست. این بیعت نامقدس با انتای سمایتای دنیا، حتی آقای هرتسل هم به خاطر مسائل سیاسی با آقای بالفور که به اصطلاح پیشنهاد تشکیل ایشون، معروفترین انتای سمایت انگلیس بودن، نخست وزیر انگلیس بودن و به اصطلاح قانونی گذروندن که یهودیان نتونن وارد انگلیس بشن. گفتن همه اینا باید برن به فلسطین و اونجا. دو تا چیز داشت، همین که از مسئله یهودی ها رو حل میکرد در اروپا، دوم این که یک کلونی جدیدی در فلسطین نیست. ولی نه یهودیان پولدار و ثروتمند. نه خیر، یهودیان پولدار و ثروتمند بمونن در اروپا. بله، و حتی اگر یهودیان ثروتمند هم میخوان برن، باید تمام اموالشون رو میذاشتن و میرفتن. اینها تمام این تاریخ خیلی مشکوکی که به اصطلاح این بیعت نامقدسی که بین افراطیان افران بنیادگران یهودی و مسیحی هست، و الان باعث نگرانی خیلی از یهودی های دنیا شده. اصلا بسیاری وقتی شما روزنامه های در حقیقت اصلی اسرائیل رو، هارت و نمیدونم روزنامه های سازمان های دفاع از حقوق بشر خود اسرائیل رو و مردم نسل های جدید خود اسرائیل میبینید، بیشترین مخالفت از سوی اوناست. بیشترین مقالات در حقیقت اپوزیسیون نسبت به روند به ویژه مثلا شهرک سازی ها و این در حقیقت رهبری شهرک سازی ها مورد مخالفت خود یهودیان. خسته شدن از اینکه بچه هاشون در ترس و در عدم امنیت به سر ببرن. هیچ فرقی نمیکنه چه اون بچه فلسطینی یا چه پس بچه‌ای که در تل آویو هست، وقتی این موشک ها فرستاده میشه، وقتی این جنایات تروریستی به وجود میاد. نگاه میکنیم به یه فیلم، قبل از اینکه برسیم به اشاراتی که تو کردی در رابطه با این آپارتاید و در رابطه با این داستان اتنیک کلنزینگی که داشتیم صحبتشو میکردیم، برمیگردیم. مرسی. شماره 3. And the main argument I would want to make is most of the controversy is artificial. It's fabricated precisely to divert people's attention from what this record shows. It's not true to say that everything in the record is, excuse me, all the controversy is fabricated.
There is some parts of the record which it seems to me they are real and we should be honest about them. And that's most notably the question of the Palestinian refugees, which I promised I would return to. So first of all, let's look at what these legitimate controversies look like. First of all, you can agree on facts, but disagree in your moral judgment on facts. What does that mean? You take someone like Benny Morris, that Israeli historian who I said was most responsible for clarifying the record and how the Palestinians became refugees. And Morris doesn't dispute that the Palestinians were ethnically cleansed in 1948. But Morris says, I don't think that was a bad thing. Sometimes, he says, ethnic cleansings are good things. And he gives the example of our own North America. He said that the, and I'm quoting him, the annihilation of the native population was a good thing because it allowed for the creation of the great American Republic. And he says that the main error that the Israeli leadership committed in 1948 is that they didn't expel all the Palestinians from what became Israel, from the West Bank and Gaza. And he said, had they all been expelled, then we wouldn't have these problems today. Sort of like Germany exterminated all the Jews, and so there's no Jewish problem in Germany today. You take the case of Shlomo Ben-Ami. He's Israel's former foreign minister, the foreign minister in the late 1990s through 2000. He's a very smart guy. He's a historian by training. A few years ago, he wrote a book entitled Scars of War, Wounds of Peace, came out from Oxford University Press. And he, at some point, has to address that question, how the Palestinians become refugees. And he says, well, I agree with Morris. It's clear from the record that they were ethnically cleansed in 1948. But he says, and here we're speaking about the former foreign minister, but he says, I don't agree with Morris. It wasn't accidental. He says it was, to quote his words, it was anchored in the Zionist philosophy of transfer. In layperson's language, all along, the Zionist movement was intending to expel the indigenous population. Come 1948, under the cover of war, it had the opportunity to do so, and then it did what it had always intended to do. And so now you have the remarkable fact that on what used to be considered the most contentious issue in the history of the conflict, Israel's former foreign minister taking the most extreme position, critical. بله ایشون در حقیقت نورمن فینکلستاین بودن. ایشون هولوکاست سوروایور هست خودش. خودش یهودی. پدر مادرش. پدر مادرش هولوکاست. بله. بله در ورشو بودن در کانسنتریشن کمپ ورشو پدرشون اونجا بود و مادرشون هم در کمپ های مختلف بود کمپ های کار چیز بود و به امریکا بعد از جنگ جهانی دوم به امریکا مهاجرت میکنن آقای فینکلشتاین در حدود 65 سالشونه و ایشون رو خیلی خیلی مورد شماتت قرار میدن خیلی کاراشون رو جلوشون رو میگیرن حتی تنیورشیپشون یا به اصطلاح چیز پروفسورشیپشون رو در دوپال یونیورسیتی بهشون ندادن با فشار ایپک و به اصطلاح زایونیستایی که در اینجا هستن و حتی مسیحی ها برای اینکه حرفاییشون مغایر اون عقاید به اصطلاح زایونیستای امریکا هست ایشون خیلی موقعیت خیلی سختی دارن تنها ایشون نیستن تنها ایشون نیستن خیلی از نویسنده های بنام و خیلی از نویسنده های بنام حتی چامسکی بله نوم چامسکی که راجبش استیت دیپارتمنت و
بله خود ایشون هم به خودش اصلا میگه من زاینیستم، ولی زاینیست نمیدونم حالا اونم بعد توضیح میده. بله. متأ این نوتایی که برایشون چون فرصت کمه از مهرجانم خانم کارم می‌خواستیم مثالی بکنیم، این مسئله رو می‌خوایم قبل از اینکه بریم تو این داستان برچی بکنیم بگیم که صلح خاورمیانه بستگی به همت و چالش دو طرف این داره. بله. و در حقیقت احترام به اون توافقنامه‌ها و در حقیقت قطعنامه‌های سازمان ملل، اگر که طرفین بخوان در حقیقت آتش انتقام رو بر همدیگه روشن بکنن و تنش رو روشن بکنن، اون مردم بیگناهی که اونجا در حقیقت در دام این اختلافات سیاسی، یعنی نگاه سیاسی، چون نگاه نه اخلاقیه، نه قانونیه، نه دموکراتیکه، نه حقوق بشریه، نگاه ایدئولوژیکه، ایدئولوژیک مذهبی و بنیادگراییه. So this has to be در این باید در حقیقت از این معضل بزرگ به حقیقت از راه برداشتی به شما می‌خواست یه اشاراتی در رابطه با صحبت‌های آقای فینکلستین بکنید. بله آقای در رابطه با آپارتاید آقای کارتر، همین کتابی آقای کارتر نوشته بود در رابطه با آپارتاید به بله. مقایسه کرده بود در حقیقت دولت اسرائیل با آمریکای جنوبی، درست میگم آفریقای جنوبی. دولت بله. آفریقای جنوبی بله. نلسون ماندلا در اون زمان که بعداً اومد بله. چی شد بله. فقط دو سه دقیقه خواهش می‌کنم نوتایی رو که برداشتید بله. بله آقای به اصطلاح در حقیقت دولت اسرائیل دولت یک کشور اپارتایده، برای اینکه دو تا استاندارد داره برای ساکنانش. شما میدونید حتما خانم کارم میدونن که کسی که اشغال کننده است مسئول امنیت مردمیه که زیر دستش هستن و دولت اسرائیل به هیچ وجه این کار رو به اون صورت که باید انجام نمیده. فقط در از زمان انتفاضه اول در حدود 10 سال در حدود 30,000 نفر فلسطینی مورد شکنجه قرار گرفتن در زندان‌های همین به قول آقای فینکلستین خودش میگه ایشون 10 تا کتاب نوشته و تمام اینا رو هم تمام بزرگترین آرشیو نقض حقوق بشر رو از طریق دولت اسرائیل به فلسطینی‌ها و حتی نقض حقوق بشر فلسطینی‌ها به اسرائیل داره. تمام گزیده‌های تمام آرشیوشون از بیت سلام و بیت سلام سازمان دفاع از حقوق بشر در اسرائیل سازمان اسرائیلیه اصلا و یا Human Rights Watch و روزنامه‌های مثل هارتس، تمام اینا رو آرشیو خیلی روزنامه‌های اصلی خود اسرائیل و کسایی که در اسرائیل با به اصطلاح مبارزه می‌کنند با این بنیادگرایی، آقای گیدیون لوی، خانم امیرا هاس، ایلان پاپی، اینها معمولاً آقای مکس بلومنتال، اینها تمام نوشته‌هایی دارن که این به اصطلاح اون روی دولت اسرائیل هم نشون میدن. این کتاب در مورد کی هست؟ این کتاب خانم ویکتوریا کلارک نوشته، یک کتاب جامعیه که در مورد مسیحیان زیهونیسته، Allies for Armageddon. اینو در حدود سال 2006 یا 2007 ایشون انتشار دادن و بسیار کتاب جالبیه برای کسانی که بخوام ببینن که مسیحیت زیهونیست مسیحی و ایوانجلیکالا از کجا میاد. و در ضمن یکی از چیزهایی که مسیحیای قبل از اینکه یادم بره، مسیحیهای زیهونیست عقیده دارن که فقط قسمت اورشلیم و فقط جودیا و اسرائیل متعلق به یهودیان نیست، برای اینکه مسیح بتونه بیاد باید از رودخانه نیل تا فرات تا سرزمین فلسطین و اورشلیم، اردن، تمام اینا، لبنان، سوریه، باید گولان، تمام باید تحت امپراتوری یهودیان قرار بگیره تا حضرت مسیح بتونه برای دومین بار بیاد و نجات دهنده بدبختی های دنیا باشه. خانم کار چه گیری افتادی ما از دست این داعشی ها، از دست این بنیادگرایی های مذهبی؟ اونا دارن میگن که بیاین همه رو قلقم بکنین، گردن بزنین، مردم رو بگیرید، زنا رو به اسارت بگیرید، زنا رو به عنوان برده بفروشید، این همه کودک بیگناه رو بکشید، اینا میگن که بیاین. همچه فرقی میکنن اینا در حقیقت وقتی نگاهشون نگاه خشونت بار و در حقیقت نگاه اتنیک کلنزی یا پاکسازی قومی و برتری طلبیه؟ خانم کار بگین ببینیم چیکار باید بکنیم ما.
خب من با اون عقیده‌ای که شما اعلام کردید مخالفم، اینکه باید اسرائیل و فلسطینی‌ها خودشون همت کنند و با هم صلح کنند. این اصلا غیر ممکنه. اگر که آمریکا نخواد این صلح اتفاق بیفته، اگر اروپا نخواد این صلح اتفاق بیفته، این صلح اتفاق نمیفته. آمریکا به آسونی میتونست اسرائیل رو متقاعد بکنه که شهرکسازی رو، حتی آقای اوباما میتونست اسرائیل متقاعد بکنه و مجبور بکنه که شهرکسازی رو متوقف کنه. اینکه فقط نماینده دولت آقای اوباما در سازمان ملل اون حرفهای زیبا رو بزنن کافی نیست. دولت آمریکا میتونست از پولی که به اسرائیل میده کم کنه، تهدید کنه به اینکه تسلیحاتش رو اینقدر مجهز دیگه نمیکنه. و هر کدوم از این کارا رو اگر میکرد آسون میشد ارتباط صلح‌آمیز بین این دو، حالا بگیم دو کشور، هرچند که در منازعه هستند، این دو کشور که بالاخره اسرائیل به وجود آمده، تثبیت شده و نمیشه از روی زمین محوش کرد، اینو باید قبول کرد، ولی بدون نقش امریکا و دیگر قدرت‌ها، مخصوصاً قدرت‌هایی که به اسرائیل منافع مالی و تسلیحاتی می‌رسونن، ممکن نیست. و هرچه فلسطینی‌ها در این راه کشته بشن و اسرائیلی‌ها دردسر داشته باشن، نمی‌تونن. در خود اسرائیل من اطلاع دقیق دارم که همه اسرائیلی‌ها موافق این حرکت‌ها نیستن. امنیت می‌خوان و به هیچ وجه دوست ندارن که این امنیت لحظه به لحظه شکننده بشه. در محاصره اعراب هستن. حالا اگر در حال حاضر اسرائیل و عربستان سعودی علیه ایران با هم دیگه متحد شدن، ما نمیدونیم فردا چه اتفاقی میفته. و به هر حال اسرائیل موقعیتش حتما مورد حمایت آمریکاست و هرچند که موجودیتش ریشه داره در اون کشتارهای هیتلر، ولی به هر حال در معرض خطر و هیچ اسرائیلی که عقل داشته باشه، خردمند باشه، علاقه نداره که در شرایط ناامن زندگی بکنه. به هر حال امریکا و اروپا و همه حامیان اسرائیل می توانند بدون اینکه به اسرائیل صدمه‌ای بخوره، موجبات صلح رو فراهم کنند. و به تصور من حتی پرزیدنت اوباما هم در این راه اون کاری رو که باید میکرد نکرد، هرچند که به شدت به صورت کلامی برخورد کرد با اسرائیلی که دائما شهرک سازی کرد. و فعالان حقوق بشر هم در اون کشور ما اطلاع داریم که زیر فشار هستند، مخصوصا در دولت آقای نتانیاهو. و این فعالان حقوق بشر رو من در دانشگاه ها دیدم تا چه اندازه مخالفن با اون چه که اتفاق میفته و عمل میشه توسط اسرائیل بر ضد فلسطینی ها. بله، ممنونم. اشاره کردید به در حقیقت این معامله‌ای که امریکا میتونست با اسرائیل بکنه که به نفع صلح باشه و اشاره کرد به نقش تعیین کننده در حقیقت امریکا. امریکا همیشه این نقش تعیین کننده رو داشته، حتی بعد از جنگ های 1967، اون جنگ های شش روزه که سازمان ملل میخواستش که اسرائیل سرزمین های اشغالی رو ترک بکنه، امریکا بود. این آقای جانسون پرزیدنت بود که در حقیقت ممانعت کردش از اینکه اسرائیل عقب نشینی بکنه. همونجور که اشاره کردین، حالا برگردیم به الان، به تاریخ، حالا کاری نداریم. درسته آقای اوباما
این انتقاد بهش هستش که شما 35 بیلیون دلار کمک تسلیحاتی کردین و به شدت هم مخالف شهرک‌سازی بودین، همچنان که می‌بینیم که در کنفرانس‌های مختلف، در سخنرانی‌های مختلف آقای اوباما و آقای کری این در حقیقت مخالفت خودشون رو اعلام می‌کنن. آره، می‌تونن بگن ما 35 میلیون رو به تو میدیم به این شرط که فرضاً این سرعت شهرک‌سازی‌ها یا دست از شهرک‌سازی‌ها برداری. یا خود آقای ترامپ، آقای اوباما حداقل هیچ موقع کلیم نکرده که من یه بیزنسمن درجه یک دنیا هستم و بهترین هستم. آقای ترامپ که همواره خودشو به عنوان یک بیزنسمن هوشمند در حقیقت معرفی کرده، خیلی این پرسشو کردن که خب آقای ترامپ، شما که میدونستید که انگیزه بسیار بسیار قدرتمند دولت اسرائیل این به رسمیت شناختن جروسلم به عنوان پایتختش هستش، خب چرا بهش نگفتید که خیلی خب ما اینو به رسمیت میشناسیم به شرط اینکه شما دست از این شهرک سازی ها بردارید به نفع صلح، اگه واقعا میخواین که صلح انجام بشه؟ چون حقیقتا با تمام سران در حقیقت فلسطینی که صحبت شده میگن که این جریان two states deal یعنی دو تا کشور بدون به رسمیت شناختن در حقیقت ایست جروسلم، شرق جروسلم به عنوان پایتخت فلسطینی ها امکان پذیر نیست. خب در حقیقت ما الان چند دقیقه به پایان برنامه داریم. یه تیکه خودم میخواستم اشاره بکنم. ببینید، از زمان این تعهدنامه ها و یادمون نره که یاسر عرفات در حقیقت رهبر سازمان آزادی بخش فلسطین ابتدا خب موازی خشونتباری داشتن، حتی بهش تروریست هم گفتن، ولی بعدها آمدن و صلح کردن. یک مسئله هنوز میته، یعنی وقتی شما صحبت میکنید با بعضی از طرفداران این داستان جروسلم و این حرفا میگن خب اسرائیل چیکار بکنه؟ عرب ها میخوان در حقیقت اسرائیل به رسمیت نمیشناسن و میگن ما پخت میکنیم اسرائیل به دریا. این در حقیقت زمانهای قدیم بوده، یک همچین موضعی رو هیچ کدوم از رهبران در حقیقت فلسطینی بجز این رهبرانی مثل حماس و نمیدونم حتی حماس هم در اخیراً در چند سال ندارن اینا ندارن، همجوری به رسمیت شناختن. سال هاست که این رو به رسمیت شناختن، چون دنیا با به رسمیت نشناختن مخالفه. به هر حال اسرائیل حق زیست داره، حق وجود داره، الان وجودش، زیستش، موقعیتش اونجا باید تامین بشه، امنیتش باید تامین بشه، سکیوریتیش باید تامین بشه، ببیشه که این جریانات هاستلیتی هنوز از بین نرفته. ولی حالا که نتانیاهو توانسته با دول عربی، ببیشه عربستان سعودی و عرب لیگ، اتحادیه عرب، یه روابط دوستانه برقرار بکنه و همه این کشورهای عربی هم اعلان کردن که اگر این صلح بین اسرائیل و فلسطین برقرار بشه، روابط نرمالایز میشه، عادی میشه، میتونن معاملات تجاری بزنن، تسلیحاتی بزنن و این به نفع صلح در خاورمیانه است. به نظر من اشتباه فاحشی از طرف دولت اسرائیل هستش که تمام این در حقیقت دستاوردهایی رو که در سالهای اخیر موازی دول عرب به ویژه سعودی ها نشون دادن، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دشمن اصلیشون رو الان ایران میدونن. بله. و من فکر می‌کنم ترامپ با اتکا به این که خیلی خوب الان ما این قرارا رو با عربستان سعودی و اتحادیه عرب و عرب لیگ بستیم و چون ما این رابطه رو ایجاد کردیم، خب الان از اون ور میتونیم به اسرائیل آوانس بدیم اینا هم صداشون در نیاد، برای اینکه الان دشمن مشترکشون ایرانه، یعنی از نظر زمان بندی. خانم کار عزیز، مثل همیشه از آموزه‌های شما ما استفاده می‌کنیم. خیلی خوشحالم که در این برنامه بودید. مرسی که تا این زمان، تا این وقت بیدار نشستید. صحبتی دارید برای چند ثانیه فرصت داریم؟ پیامی دارید برای آخرین 30 ثانیه؟ نه، پیام ما فایده نداره تا زمانی که سیاست‌های آقای ترامپ و نظائرش حتی در اروپا ممکنه به شکل‌های دیگری در حال اجراست. این قضیه در خاورمیانه بدون مداخله مؤثر غرب اساساً به سمت راه حل نمی‌رسه. بله. سایلا جون، ما خیلی منفی حرف زدیم این مدت، ولی یک خبرهای خوب هست که سیویل سوسایتی خود اسرائیل و فلسطینی‌ها با همدیگه همکاری‌های خیلی زیادی دارن و اینها در مترادف با همه این
کیاس و این شلوغ پلوغی ها اونها کار خودشونو برای پیش بردن صلح در و به اصطلاح داشتن یک جامعه عادل با همدیگه دارن کار میکنن. This is a very good news. و در این حال هم این دستاورد اعلامیه حقوق بشر در بعد از جنگ جهانی دوم دستاوردهای بسیار بسیار مثبتی هم داشته. ما در این زمینه باز هم صحبت خواهیم کرد. در این حال یه مسئله رو میخواستم اشاره بکنم، وقتمونم تموم شده و من یادم رفت که چه میخواستم بگم در لحظه آخر، اما همین، بدون در حقیقت میانجیگری امریکا و دولت‌های در حقیقت اتحادیه اروپا، البته الان در حال حاضر همه مخالف این داستان آقای ترامپ هستن، یادم افتاد. می‌خواستم بگم که وقتی که رهبران تندرو اسرائیلی طرفدار در حقیقت یک استیت کردن اونجا هستن، طرفداری هستن که تمام این خاک رو بگیرن، فلسطینیا رو در حقیقت کنز بکنن و برن، این اتفاق نمی‌افته الان در حال حاضر. شما نمی‌تونید میلیون‌ها نفر فلسطینی که اونجا دارن زندگی می‌کنن رو در حقیقت پاکسازی بکنید، بعد هم تازه اگر ریستتش بکنید میخواین چیکار بکنین با این آدما؟ میخواین همیشه در حصار نگرشون دارین؟ میخواین همیشه این تنشن باشه؟ میخواین همیشه در حقیقت این عدم امنیت باشه؟ میخواین همیشه این هاستلیتی باشه؟ اینا رو چیکار میخواین بکنین؟ تا بعد با شما خواهیم بود. خانم مهرانگیز کار، تشکر باش بعد تشکر از شما دوستان عزیز که تا این ساعت با ما بودید. نظرات، پیشنهادات، هر کدوم از شما اگر دوست دارید با ما تماس بگیرید زنگ بزنید. شماره تلفن ما رو خواهش میکنم که آقای در حقیقت مشکینیار عزیز بگذارن و شما میدونید تلفن اندیشه دیگه، اندیشه تی وی، با ما تماس بگیرید و ما خوشحال خواهیم شد که با شما در ارتباط باشیم. تا هفته آینده همگی شما دوستان عزیز رو به خداوند بزرگ میسپارم، با سپاس از آقای بهروز مشکینیار در اتاق فرمان. مرسی.